سلام نیستایی گلم، روزتون بخیر. ببینید، من تمام قسمت های کار رو روی زمینه اصلی کارم فیکس کردم و چون زیر کارم لایه زام فیکس گذاشته بودم، با اتو کاملا ببینید صاف چسبیده و این کار رو میذاریم برای گلدوزی. تمام قسمت های کار توضیحاتش رو توی قسمت های دیگه فیلمم، قسمت های قبلی فیلمم که تک دوزی روی حوله و تک دوزی جوجه اردک بوده، تک دوزی کار رو براتون توضیحاتش رو گذاشتم و توی این قسمت هم بعضی از قسمت های کار رو باز موقع کار براتون توضیحش رو میدارم. و اما قسمت دامن کار که گفتیم داخل کارگاه جداگانه میذاریم و قسمت های دوخت، جایی که قرار دوختش رو انجام بدیم، دور این قسمت کار هستش و فقط قسمت بالای دامن رو دوختش رو انجام نمیدیم. و خب وسط کار میشه، ما میتونیم چینای دامنش رو بذارید دوخت انجام بدیم به عنوان اینکه چین دامنشه، یا اینکه میتونید اصلا کلا روی دامنش گلدوزی بکنید، طرح خاصی بزنید، گل بدوزید، دیگه این تزئیناتش با خودتونه. من اینو دوختش رو براتون الان انجام میدم. روی قسمت دامن این طرح عروسکیمون یه خطایی داره که چینای دامن رو نشون میده که اینجا با رنگ مشکی دوخت مشکی مشخص شده. شما میتونین هم به رنگ مشکی بزنین، هم از رنگ همرنگ پارچه‌تون استفاده کنین. من الان دارم دوخت این قسمت کار رو براتون میذارم. چرخی هم که من دارم استفاده میکنم چرخ تیپیکال صنعتیه، زیگزاگش این بالا نیستش که من بخوام بهتون نشون بدم. برای دوخت قسمت چین دامن از زیگزاگ پهن و باریک استفاده میکنیم که از قسمت پایین چین باریک دوخت رو انجام میدیم و هر چقدر به طرف بالا میدیم پهن تر میکنیم کارمونو. از این بالا از پهن شروع می کنیم به نوکش که مرسیم یه مقدار باریکتر می زنیم. برای قسمت های دور دامن از عرض زیگزاگی ثابتمون استفاده میکنیم. قسمت پایین میریم
برای دوخت هلالمونم از عرده پهن استفاده میکنیم. به این طورت دوختش انجام میشه. فقط قسمت بالای کار برای زمانیه که میخواییم به زمینه اصلی کارمون وصل کنیم. دوخت خود تر کارمون تمام قسمت ها با خیلی از قسمت ها با عرض زیگزاگ ثابت دوخته میشه و بعضی از قسمت ها هم با عرض پهن و باریک. اینجا چون که چرخ صنعتی هستید من پهن و باریک کار رو نمیتونم براتون نشون بدم، ولی هر جای قسمت کار دیدین باریک دارم میزنم، این پهن و باریک با پاک داره کنترل میشه. قسمت های از کار لباسش رو انجام میدیم. بعد با این تشکر می برای قسمت هلال کار کارگامون به همین صورت میچرخ با دستیم. نکن
قسمت دوره یقه کارمون عرض ثابت میذاریم و ولی موقع کار حواستون باید باشه که کارگامون به همین صورت بچرخه. خیلی آروم انجام میدیم کارا و حرکت کارگاهتون باید یه مقدار سریع‌تر باشه. دوره یقه کارم دوخته میشه. ببینید خانوما، تمام قسمت های کار رو که نگاه بکنین، خیلی از قسمت ها با دوخت پهنباری انجام میشه، یه بار گفتم، و خیلی قسمت ها هم با عرض دیگزاک ثابت دوخته میشه. من دوخت کار رو براتون میذارم و باقی قسمت های کار رو توضیح نمیدم. برای دوخت قسمت های مثل چشم و دوخت موژه میگم تو قسمت‌های قبلی کارم دوخت کامل اینها رو گذاشتم. من این قسمت‌ها رو فقط موقعی که دارم دوخت انجام میدم براتون میذارم و دیگه توضیح خاصی براتون نمیدم. و این قسمت‌های کارم ببینید اگه دقت بکنین خیلی قسمت‌های کارمون، این قسمت‌های کار خالایی روی بدن هستش که با رنگ بشکی من میدوزم اینا رو، و این قسمت های کار هر کدوم از تیک هایی که داریم میدوزیم با رنگ هم رنگ خودش دوخته میشه و قسمت داخل چشم میشه سفیدی که داره سفیدی کار باید با رنگ روشن باشه و دور چشم اگه دقت بکنی یه هلال باریکی داره که با رنگ دیگه هستش. اینو میتونیم شما با رنگ قهوه‌ای بدوزیم یا با رنگ آبی بدوزیم، این که این رنگ چشمه دیگه، سلیقه‌ای هستش. من میتونین هر رنگی که دوست داشتین بدوزید. حتی شما میتونید روی زمینه لباس یا روی پاپیون اگه رنگ تک رنگ استفاده میکنید، خودتون طرحهای دلخواهی که دوست داشتین رو روی کار پیاده کنین و بدوزید. این قسمت های کار دیگه سلیقه‌ایه و من فقط فیلمشو براتون میدارم، غیر از این سیکه دامنش رو که توضیح کار رو براتون جداگانه براتون میدارم.